سلام، رئیس جمهور با پای افگار وارد روسیه شد، اما مرهم زخم های افغانستان را با خود آورده می تواند؟ افغانستان محور نشست شانگهای و بریکس، سخن از همکاری است و دفع تهدید مشترک. آیا در این نشست ها به ریشه های چالش پرداخته شد تا راه حل آن جستجو گردد؟ و آیا افغانستان با چه نسخه ای به سوی همکاری کشورهای عضو شانگهای و بریکس رفت؟ این بحث با آقایان دکتر سعید مسعود، استاد دانشگاه، و غلام فروغ مجروح، عضو مجلس نمایندگان. حضور مهمانان در این بحث را خوش آمدید میگم و آغازگر بحث میشم با آقای دکتر. آقای دکتر، قبل از اینکه روی چند و چون بحث شانگهای و بریکس بپردازیم، یک تفاوت بریکس و شانگهای را میخوایم شما داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما، سلام بر دوستان و همچنان سلام بر بیننده‌ای که ما را می‌بینن. خدمت هر شما که عمدتاً شانگهای نو مادر بریکس به حساب میره و بریکس در حقیقت زادی شانگهای از درون شانگهای آمده، به این معنی که عمدتاً شانگهای حرکات است که در حقیقت میوره چین حرکت میکنه و بعداً که میوره روس و چین یکجا شد، عمدتاً میوره چین است. در حالی که بریکس زیادتر از یک سازمان بین‌المللی اقتصادی به شمار میره که بعد از اینکه آفریقای جنوبی امروی از یکجا شد، از سازمان بریک به سازمان بریکس تبدیل شد که در حقیقت نوع حرکات اقتصادی را زیادتر مورد بحث قرار میدن. از این لحاظ است که در سازمان بریکس که عبارت از برزیل باشه و روسیه و هند و چین و آفریقای جنوبی، مجموعاً حرکات و هدفهای معین اقتصادی سیاسی را مد نظر قرار میدن. در حال شما میفهمین که اهداف اقتصادی در حقیقت به دست آورده میشه و این در حقیقت نوع راباز کنه اهداف سیاسی برای پنج کشور است، به خصوص نوع مقابله با بانک جهانی، نوع مقابله با IMF که در حقیقت نوع وسیله های بسیار کلان داده سازمان متحده آمریکا و غرب در مقابل چینین است. و در پالوش هم بریکس نوع احیا کننده دوباره قدرت حرکات پولی این منطقه را به شما، همی سازمان را به شما میره. به این معنی که بریکس تصمیم میگیره و تصمیم هم گرفت که در بین خود با اثاره که در درون خودشون از به خصوص روبلو یعنی ژاپنی باید حرکت بکنن، با 50 میلیون دلاری که میلیارد که نو آوردن به خاطر ایجادش و با 100 میلیارد دلاری که حرکت میکنن که 50% تنها چین میتونه اون را رهبری بکنه. در حالی که شانگهای یک سازمان منطقوی است مانند ایکو، مانند سار که هدفهای متفاوت را به خود پیش میبره، هدفهای متفاوت پیش میبره که دارای نوع اهداف غیر متجانس در درون خودشان است و سیاست های غیر متجانس هم به خصوص در اونجا به کار میره. بله. و اما آقای دکتر، وقتی بریکس به عنوان سازمان اقتصادی نوظهور و طرف دیگر شانگهای هم که مجموعی از فعالیت های شامل همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی است، میتونه محورهای بحثش متمرکز باشد روی قضایای مثل افغانستان و راه حل بران؟ متاسفانه که شاید هم بریکس اندازه دور باشه، ولی شانگهای منس یک سازمان منطقوی دارای یک نقاط معین است که افغانستان تاثیر آور از بالای تمامی کشورهای شانگهای، چی از هند، چین، روسیه، قزاقستان و کشورهای دیگه آسیای میانه که در این کشور در این سازمان شامل است، اینا از یک چیز فوق‌العاده رنج میبرن. از نگرانی که زیادتر دارن اینا، نگرانی در حد از بین بردن ثبات اجتماعی سیاسی و اقتصادی از اینا است. این ثبات اجتماعی و که در حد ثبات سیاسی را از میان بردن از بین میبره، عدم ثبات اجتماعی، عدم ثبات سیاسی که در حد فرمول چینایی ها است و روس ها هم دالایی معتقد شدن، عمدتا یک چیز بسیار عمده است که تروریسم و مواد مخدر. از لحاظ تروریسم و مواد مخدر، یکی از گپ های بسیار عمده که افغانستان شامل از این شانگهای شانگهای و همچنان سازمان، حتی سازمان سارک، مسئله بودن تروریسم و منبع تروریستی در افغانستان و منبع کلان مواد مخدر است که در حقیقت اینا یک اقتصاد غیر مشروع است که اقتصاد مشروع اونا را محورهایی که در همین دو نشست هم روش پرداخته شد. بله، همین محور را به خاطر از این افغانستان خواسته شده و من فکر میکنم مردم محور که بحث در صورت میگیره بحث است که تندوزی با ارتباط بگیره با کشورهای دیگه که او کشورهای دیگه هم نیست ناظر حتما آمدن. سپاسگزار. آقای مجرو، بین روی حالا اهمیت شرکت رئیس جمهور غنی در این دو نشست بپردازید.
به نام خداوند بزرگ بار سلام خدمت شما همکاران محترمتان بینندگان عزیز و همچنان جناب استاد بزرگوار. شک نیست که افغانستان به عنوان یک کشور نیازمند حضور رئیس جمهور غنی در این دو سازمان خودش میتونه برای افغانستان از یک اهمیت بالای برخوردار باشه. خب بیاین ما اهمیت بالا رو برجسته بسازیم. اول شما میدونید که شانگهای که محور اصلی صحبتش برامون مسئله افغانستان هست میتونه به افغانستان یک اهمیت بسیار خاصی داشته باشه. توجه کشورهای منطقه برای افغانستان و جلوگیری از افغانستان به عنوان یک بستر بسیار آرام برای داعش و تهدید برای کشورهای منطقه هست. بنان حضور رئیس جمهور غنی و مطرح کردن موضوعات و مختلف و مشکلاتی که افغانستان به او دچار هست و تهدیداتی که متوجه منطقه هست میتونه برای افغانستان اهمیت داشته باشه. هرچند ریشه های داعش و مشکلات افغانستان و کشورهایی که عضو سازمان شانگهای هستند خوب میدانند، به خصوص مسئله داعش و تهدیداتی که از داعش متوجه کشورهای آسیای میانه و بیشتر کشورهای منطقه هست، بنان رفتن رئیس جمهور غنی به مسکو آن هم با پای شکسته، من امیدوار هستم که یک دستاورد بسیار خوب داشته باشه. حداقل کشورهای منطقه میدانند که داعش چگونه تهدیدی است و کدام کشور را تهدید میکنه و در این راستا با افغانستان هم کاری. همین نکته نکاتی که پرداخته شد، اولش آقای غنی گفت که تروریستان از کجا میاند، بعد آمد به شکل کلیات میخوام بپردازم. شما زیادی از آنها از کشورهای خود شما میاند و از خاک ما استفاده میکنند تا کشورهای شما و دیگر کشورهای منطقه را بی‌ثبات سازند. ما باید مشکل را شناسایی کرده و اعتراف کنیم که آنها با حکومت افغانستان مشکل سیاسی ندارند. پلان آنها این است که منطقه ما را بی‌ثبات سازند. اولش یک نکته، وقتی میگیم که یک سوال مطرح میکنیم که ترکستان از کجا میاد، بعد میایم روی یک کشور یا دو کشور انگشت نمیگذاریم، چه مشکل میتونه مطرح؟ ببینید دقیقاً محرفی که بجا گفته به باور من رئیس جمهور غنی همی است، اصلا کلیگویی نیست. در این قسم نشست ها روی جزئیات فرصت زمان اجازه نمیده که صحبت شده. نوعی حرفای رئیس جمهور غنی پاکستان، چین، ازبکستان، تاجیکستان و بسیاری از کشورهای دیگر متوجه میشده که بله تمام افراطیون کشورهای شما وارد افغانستان میشه و از اینجی ضمن از اینکه ما را نارام میسازه و حیات سیاسی ما را به خطر میندازه، پس این تهدید متوجه شما هم هست. بنان از یک طرف اما مشکلات خود را مطرح کرد، از جانب به اونها میگه که ما میدانیم که افراطیون شما در کشور ما هستند و از کشورهای شما به اینجا میآیند، و از جانب هم نوع تهدیداتی که متوجه کشورهای خود از اونها هست او را هم به تصویر میکشه. و مقیم جون در این نشست مقامات پاکستانی یعنی مقامات تراز اول حکومت پاکستان هم اشتراک داشت. چی میشه که تا دیروز سخن از ناامنسازی افغانستان سوی پاکستان گفته میشد ولی در این نشست حتی اشاره هم به پاکستان نمیشه؟ خب به دلیل این که رئیس جمهور افغانستان از پاکستان تشکری هم داشت در رابطه با خب این دقیقاً برای کشورهای شانگهای میتونه چرا برسه؟ بنان چون نوع رابطه خود را میخواد افغانستان با پاکستان حسنه بساده و به گفتگوهای صلح و نشستهای صلح مستقیم افغانستان با طالبها افغانستان دل بسته، بنان نمیخواد که در این مقطع اساس باز باعث رنجش خاطر پاکستان شود. ولی این باعث آقای مجو این باعث رنجش نشدن پاکستان میتونه از آنچه به عنوان چالش عمده ای که مطرح است در قسمت تبعات امنیتی و وضعیت امنیتی این رو نادیده گرفت؟ نه خب نباید نادیده گرفت. خب بود که جمهور افغانستان این موضوع امون قسم که از خدمات پاکستان در رابطه بروند سال افغانستان تشکری کرده بود، در کنارش میگفت که بله هرچند در طول 14 سال گذشته پاکستان به عنوان کشور همسایه تنها حامی و عامل ناامنی ها در افغانستان بوده، ولی خب نخواست که همین چیز رو بگوید چون میدانه که افغانستان به او سرحد به او توانایی نیست که نخواست. به معنای چه نخواستی که بالاخره با مثلا یک وضعیت کشوری که در گرو ناامنی هایی که آن هم از سوی پاکستان
ما بر شما قبلا این دیگه دقیقاً میتونه برسونه که نباید ما این چنین از بعد با تاسیس حکومت وحدت ملی در هر نوع امنی و مشکلاتی که ما فرو رفتیم تا حال رئیس مرغنی به شکل علنی با پاکستان با جدیت برخورد نکرده و همیشه به گفتگوهای صلح روند صلح دوستان دوستی دو جانبه تاکید کرده. بنابراین در این کنفرانس که بسیار حیاتی هم بود برای افغانستان خوب بود که اگر به شکل کلی هم بود یک حرف متوجه پاکستان میکرد که بله. کشورهای همسایه متوجه باشد که هنوز اون مشکل اصلی که ما با پاکستان داریم حل نشده که متاسفانه رئیس جمهور افغانستان ایره متوجه پاکستان نساخت و از پاکستان تشکری هم در قسمت روند صلح افغانستان کرد. آقای دکتر، یک نگاه کوتاه به اهمیت سفر رئیس جمهور و اشتراکش در این دو نشست و بعدش هم پرسش این چنینی که آیا وقتی ما از مشکل را برمیشماریم که همانا بحث توریسم است و داعش است و این است و آن است، بریشه های این مشکل هم پرداختیم یا نپرداختیم؟ خدمت شما عرض شود که عمدتاً رفتن رئیس جمهور به شانگهای و حرکات رئیس جمهور در شانگهای نو ادامه او سیاست‌های خارجی روزهای اولش است که در قد ادامه میده. شما که توجه کردین که آقای رئیس جمهور غنی تلاش میکنن که از طریق جوسازی منطقوی زمینه های رشد و انکشاف اقتصادی اجتماعی را و اون از طریق آرامش درونی باوجود بیارن. این در قد برخلاف تمامی سیاست‌های گذشته است که از طریق ایجاد منبع قدرت در درون و ایجاد یک نوع آرامش درونی در حقیقت همسایه ها را وادار میکنند تا او همسایه ها بر شما وقت بگذارند و در حقیقت نوع فضای خوب را به وجود بیارند. رئیس جمهور غنی نشانی کرده که تمامی عوامل داخلی در افغانستان و تمامی نابسامانی هایی که در افغانستان وجود دارد، حرکات نوسانی که حتی سیاسی را مربوط به عوامل خارجی می‌داره و از این لحاظ است که حرکات اولی از طریق عوامل خارجی آغاز شده و منطقه آغاز شد. به عربستان سعودی رفتن، به پاکستان رفتن، به چین، به هند، به روسیه، به اینجا سفر کردن و آرام آرام می‌خواستن که زمینه‌ها را ایجاد کنن تا این زمینه‌ها بره به سوی چی؟ به سوی عمدترین نقطه استراتژی که خودشون تعیین کردن که بعد از صلح. بله. می‌بینن میگن که ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدون آمدن صلح نمیشه. و در حقیقت صلح را نقطه‌اش تعیین کردن در پاکستان و با همکاری چینایا. از این لحاظ موقعی که اینا به شانگهای میرن، تاثیرات شانگهایی ها بالای این پروسه و به خصوص بالای پاکستان و تاثیرات شانگهایی ها بالای خود چین و روسیه و آسیای میانه و ناظرینی که در اینجا وجود داره فکر میکنن که تاثیر باید به وجود بیارن تا این تاثیر بتونه مثبت تلقی شود. با وجودی که ما آغاز کاره عمدتاً تا حال انجام ندادیم، بلکه ما در ایجاد مقدمات کارها هستیم. این معنا داره که مذاکرات ما مستقیما آغاز نشده، بلکه مقدمات مذاکرات نشست دو هیئت به در حقیقت اینا دانه چیدن. از این لحاظ من فکر میکنم که با ادامه حرفایی که در این زده شد، ما در حقیقت با کس تا هنوز او حرفایی که داشتیم تا حال سمو راست نکردیم که ای ارفا درست بوده و ای ارفا اشتباه بوده، سیاست های ما اشتباه بوده یا سیاست های از اونا درست بوده. از این لحاظ ما وسیله های فشار هنوز هم پیش خود داریم و نباید از لحاظ سیاسی وسیله های فشار از دست بدیم. بله، حالا از دست دادیم. به این معنا که شما وقتی میرین عمل، ما وقتی در مذاکره رفتیم ششتیم، در مذاکره هم در قد یک مذاکره خونه است که مقدمه مذاکره یک نوع برسمت شناختن یک گروپ نظامی و که ما بوده قبلا به نام تروریست یاد میکنیم، تبدیلش میکنیم به گروپ سیاسی و جنبش سیاسی که قابل مذاکره همراه یک دولت مقتدره که به تمام معنا دولت از قانون اساسی داره و چیزی خود داره. از این رو من فکر میکنم که عمدتا مشکل ما در درون افغانستان مشکل ناامنی و ناثباتی است. بدون تردید همین است که بالاخره کشورهای منطقه هم با هم محک میگذارن. بله. و اما آقای دکتر، ما به جای اینکه بیایم ریشه های مشکل را روی پاکستان انگشت بگذاریم، آمدیم از پاکستان هم سپاسگزاری کردیم. خب، یکی از حرفایی که من با اون موافق نیستم این است که عمدتاً ما در حرکات خود عمدتاً
زیاد نوع کمی آرمانی میشیم. سیاست عمدتاً آرمان کار نداره، سیاست عمدتاً مسئله قلب کار نداره، سیاست عمدتاً سیاست از عقل کار میگیره و در حقیقت او القهای عقلی و تفکری خود میگذاره و سرانجام در یک نقطه نشانی شده میمانه. ما عمدتاً موقعی که تشکری میکنیم از لحاظ ادبیات، از ادبیات بسیار خوب است، ولی از لحاظ ادبیات سیاسی کمی مشکل داره، به خاطر از اینکه بسیار کم یک کشور را شما ببینید که یک رهبر کشور یک با یک کشور از رهبر کشور دیگه یا از یک کشور دیگه تشکری کنه و از لحاظ ادبی بسیار خوب است که از لحاظ اخلاقی بسیار خوب است، ولی از لحاظ سیاسی با در کشوری که شما پرابلم دارین نه تنها شما تشکری نمیکنین و اگر تشکری میکنین زمینه های تشکری باید بگوین که این زمینه ها را اینا ساختن، از این زمینه ها تشکر نزد مجموع حرکاتی که اینا در مقابل ما انجام دادن. شما ببینین ما عمدتا بالاتر از 260 میلیارد دلار چیزی که ما سنجش کردیم و تحقیق کردیم، ما زیادتر از 260 میلیارد دلار ضرر است که جنگ بر ما آوردن و از تمامی ضرر که ساخته در طول 3 دهه پاکستانی ها بر ما ساخته 260 میلیارد دلار است که با قلم کاغذ بر با این حساب آقای دکتر ما از نقطه نظر عرف دیپلماتیک نتونستیم حرف خود را در جایی که بود به گونه درستش مطرح بکنیم. خب حرکات ما یک چیز عمدتاً قیمت میده مر چیزه با می حرفی که ما یک تنها تشکری میکنیم از پاکستان آیا چی چیز رو به دست میاریم این بسیار عمده است، برای اینکه شما همیشه ارزش ها رو قیمت میدین، ما هم قیمت دادیم، یک قیمت بلند را دادیم، از کسی تشکری کردیم که تانوز با ما زیاد کمک نکرده ولی میزبانی قبول کرده که میزبانی را منو قبول میکنن، ولی ما چی چیزی را که به دست میاریم اگر بلندتر از این تشکری باشه با درست است که تا حالا ما رو نمیفهم، بعدن گپا معلوم میشه که اگر این تشکری تانسته باشه که طرف مقابله انگیزه بده و زیادتر تشویقش بکنه از مداخلات زیاد به مداخله، برای اینکه هیچ وقت پاکستان در صورتی که شما دوست برادر هم باشین در افغانستان مداخله میکنه منیسه یک قدرت منطقوی که باید قبولش بکنیم، از این مهم در صورتی که اگر اونا کمی انگیزه هم گرفته باشه به سوی رفتن به سوی صلح و تشویق صلح که طالبان را تشویق بکنن ما فکر میکنیم تا اندازه بهتر بوده، ولی جالبی است که تمامی کشورهای شانگهای و تمامی کشورهای دنیا میفهمن این گپ که باید آقای حمزه از پاکستان تشکر میکرد، این باید تشکر میکرد. بله سپاسگزارم خیلی مجدد. یک نکته ای که آقای دکترم به او پرداختن میخوایم یک نگاه کوتاهی داشته باشید بعد پرسش های دیگه مطرح میشه، البته روی نوع همکاری های کشورهای عضو شانگهای و بریکس. و اما نخست از همه قیمت همکاری این چینینیه که چند روز پیش از پاکستان در راستای مذاکرات صلح بود چقدر بود که حالا سخن از مسائل چالش ها گفته نشد؟ خب شک نیست که برای افغانستان یا برای جمهور غنی که میخواست این روندی که پیش گرفته یک نتیجه برسه و این آغاز یک نتیجه میدانه یک قیمت خوب بود، اما اینکه پاکستان از افغانستان چی میخواهد و قیمت رو در رو کردن حکومت افغانستان با طالبا برای افغانستان چقدر هست یا هنوز هم معلوم نیست. بله یک مسئله آقای مجرو با پوزش در اینجا باید آقای غنی اون حرف خود را که گفته بود که پاکستان جنگ نیابتی اعلام ناشده را اعلام کرده است در افغانستان رویش باید خط کشید یا اون حرف خود را پس بگیرد؟ خب نه میتونه که حرف خود را پس نگیره، یعنی خود نشستن اینها در پاکستان خودش بر نوع صریح میتونه که نمایانگر عادی باشه که پاکستان در قضایای افغانستان زیدخل است، هیچ شک وجود نداره، بنان میدونه که حرف خود را هم پس نگیره با تاکید به حرفای گذشته دکتر اشرف خانی میتونه که در همین راستا هرچند در موج تشکری هم که صورت گرفته اما مبنای تشکری هم معلوم هست در راستای مسائل صلح همین صرف همین موضوع یادآوری کرده، ولی خب میتونه با تاکید به آنچه که در افغانستان جریان داره افغانستان متوجه امو نشست برخواستا خب متوجه که چی گونه با طالبان مذاکره میکنه، نشست بعدی در کجا خواهد بود، پاکستان نقش صادقانه ایفا خواهد کرد یا خیر، امو مداخله سری پاکستان با توجه به حضور مقامات استخباراتی پاکستان در کنار طالب ها اینا میتونه مبین
اما مداخله سری پاکستان با افغانستان باشه. اما همان نکته، تا روی ریشه مشکل انگشت نگذاشت نمیشود به مشکل پرداخت، به حل مشکل پرداخت. همین؟ حتماً، حتماً. و اما میپردازم روی مبحث دیگر، قضیه بخش همکاری هاست. از گفته های ولادیمیر پوتین آغاز میکنیم که میگه در تاریخ روابط ما مراحل مختلف وجود داشته، اما روابط روسیه و افغانستان در یک دهه گذشته بدون شک رابطه میان دو کشور دوست بوده است. حال اگر این حرف های آقای پوتین را ملاک قرار بدیم برای نوع همکاری های منطقه‌ای، و آن هم که هدف یکی باشد، یعنی گرده همایی به همون هدف مبارزه با تروریسم، بیشتر بهتر گفته شود داعش، میتونه کشورهای منطقه در راستای همگرایی منطقه‌ای و مبارزه بر علیه تروریسم بعد از این مشترکاً کار بکنند؟ خب برگزاری این نشست، نفس برگزاری همین بود، این مسئله بود دقیق چیزی که شما فرمودید. روس‌ها از داعش و تهدیداتی که از جانب داعش متوجه کشورهای آسیای میانه هست بسیار در هراسند. شکی به این هم نیست که طی 10 سال گذشته رابطه افغانستان با روسیه، هرچند روسیه از جمله کشورهای کمک کننده به افغانستان نبوده و در افغانستان حضور هم نداشته، جز کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم نبوده، ولی رابطش با افغانستان حسنه بوده. اما به این زمانی که یک تهدید مشترک وجود داره، که به این تهدید مشترک روس‌ها خود را متضرر حساب میکنن، بنان از هر زمان دیگر در قسمت کشورهای منطقه خوشبینی ها بیشتر هست که افغانستان کمک بکنند، به خصوص کشورهای مثل روسیه و کشورهای آسیای میانه در مجموع، که هنوز هم روس ها روی از اینا تاثیرات خود را دارند، کشور چین، هند و پاکستان که حال طبیعتاً اگر بگوییم که مادر تروریسم هست، ولی خب پاکستان هم میدانه که خودی هم روزی قربانی همین تروریسم خواهد شد، چون داعش طالب نیست، داعش یک دایه بسیار کلان به سر میپرورانه، دایه خلافت اسلامی، و باور من این است که بعد از سوریه و عراق تنها کشوری که بیشتر از همه صدمه ببینه پاکستان خواهد بود، به دلیل اینکه اول بستر سربازگیری در پاکستان بیشتر مساعد هست، حتی از افغانستان کرده هم بهتر، و در ضمن از پاکستان من حیث یک کشور دارای سلاح هسته‌ای میتونه برای داعش بسیار از اهمیت برخوردار باشه. تهدید مشترک میتونه زمین اساس همکاری مشترک کشورهای منطقه شود؟ حتما. تهدید مشترک بسترهایش چیده شده؟ ضرر مشترک هست. بله، بسترهایش چیدمان شده؟ خب امی برگزاری امی کنفرانس شانگهای، و هم با در اولویت گرفتن مسائل امنیتی افغانستان و خطراتی که افغانستان تهدید میکنه، هرچند اونو نخواستن که خطراتی که ما را تهدید میکنه نام بگذارن، فقط کوشش کردن که به نوعی مسئله را در ظاهر امر روی افغانستان نامگذاری بکنند و افغانستان هم مخاطب قرار بدن، ولی در حقیقت چیزی است که تمام کشورها در حراس هستند و میخوان یک همکاری همه جانبه منطقه ای به وجود بیارن تا اینکه در رابطه با تهدیدات داعش یک تصمیم مشترک بگیرند. آقای دکتر، فضا برای همکاری مشترک در حال شکل گیری است؟ فکر میکنم که از چند سال به این طرف، شاید دو سال سه سال به این طرف، روند حرکت فضای سیاسی در منطقه به نفع ما میچرخه، و اینکه ما چرا استفاده نتونستیم در حقیقت اونمون مدیریت ضعیف شاید یا در بعض موارد عدم مدیریت بوده. از این لحاظ یک روند فعلا در منطقه صورت میگیره، به خصوص بعد از مذاکراتی که ایران با آمریکا داره، پنجمه یک نوع حرکتی است که آیا ما سیاست ایجاد تشنج و تشنج زایی را دوام بدیم، استفاده از پشتیبانی از حماس، پشتیبانی از دای فلسطین به صورت بسیار مسلحانه و جنگ دوامدار تا حد خدا، یا ای که این مسئله را از لحاظ سیاسی حلش کنیم، که در حقیقت نوع فعلا نوع تفکر سیاسی جانشین تفکر نظامیگری و پشتیبانی از یک حرکت های تشنج زایی به عوض تشنج زدایی است، تشنج زدایی به عوض تشنج زایی است. از اون فکر میکنم که آله در دهی کشورها تقریبا چنین چیزی وجود آمده، تنها روسیه حرفش در حرف دیگه است. آمریکایی‌ها تلاش میکنه که چنین حرف هایی را که ما شما آله زدیم
در تمامی نقاطی که خودش حضور داره یاد بکنه تا برای روزی که در حقیقت قدراست میکنه در مقابل روسیه با قدراست تمام حرکت بکنه. به خاطر که شما میفهمین که در افغانستان باید صلح به وجود بیایه، در آسیای میانه باید نگرش های دیگه در اونجا به وجود بیایه، شاید هم بهار سبز آسیای میانه، تا روند معاصری روسیه تکمیل شود و در حقیقت او عرفی که روسا میداد که ما با چنین کار کنیم به وجود بیاید، در حالی که روسا سخت تلاش میکنند که با تقویه شانگهای و پتغیت با تقویه بریکس در حقیقت این دیواری که در حقیقت شکننده تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه است هیچگاه در حقیقت او نریزه فرو نپاشه. من فکر میکنم که در افغانستان هم چنین چیزی است. پاکستانی ها در موقعیتی هستن که نه از لحاظ استراتژی خودشان و نه از لحاظ منافع ملیشان علاقمندی به آرامش افغانستان و قد بلند کردن دولت افغانستان داره، بلکه بازم به اساس منافع ملی خودشان که در حقیقت نمیخواهد که روی در روی هر روندی که آمده و پروسه‌ای که حرکت میکنه و سیلی که آمده توسط آمریکا و غیره و چین و غیره حرکت میکنه در مقابل قرار بگیره و خود حرکت نابود کنه. یک نکته که آقای غنی هم در همین راستا اشاره داره، میگه که افغانستان مرکز همکاری ها باشد نه نقطه برای رقابت ها، همین موضوع رو اشاره میکنه. و اما آیا این آمد با توجه به رقابت های منطقه و جهانی این همه میسر است که در افغانستان بالاخره ما بتونیم به یک وجه مشترک همکاری های منطقه‌ای دست پیدا بکنیم و رقابت ها رو کنار بذاریم؟ عمدتاً یک چیز است، رقابت روسیه و آمریکا سر جایش کنار گذاشته شود، یک انتقادی که چین سر جایش گذاشته شود و ایران و آمریکا هم همچنان، یک انتقادی کلانی که وجود داره. ما عمدتاً در راستای سیاست خارجی خود به منظور ایجاد منابع قوی ایجاد می در پی از او هستیم. تا هنوز هم در حقیقت منبع قدرت ما منبع خارجی است. تا هنوز هم در حقیقت چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی در حقیقت ما را اونا سپورت میکنن تا ما یک منبع هستیم. عمدتاً ما در درون کشور خود زیادتر ما هم مطالعه نمیکنیم سرش و هم در حقیقت زیاد مکس نمیکنیم. متوجه باشین که عمدتاً شما قدرت خارجی شما را در حقیقت نمودی از یک قدرت داخلی شماست. در صورتی که شما در درون خود کشورتان شما منبع ایجاد نکنید، من خود آقای غنی را روز چهارشنبه مستقیما براش گفتم که ما مجبوراً در درون کشور باید منبع قدرت ایجاد کنیم. این منبع قدرت میتونه از لحاظ تشکیل، از لحاظ اقتصاد و از لحاظ نظام شوه، به خصوص از لحاظ تشکیل و از لحاظ ساختار اداری در کشور و ساختار سیاسی کشور باید ما یک منبع قدرت شویم. ببینید که ما در درون افغانستان و درون دولت افغانستان هم در یک منبع قدرت نشدیم. ما در حقیقت دو قدرت جداگانه هستیم که بعضی میشه که تناقض با یکدیگر قرار بگیره و سیاست های خارجی ما را خنسا بسازن. از اون من فکر میکنم که ما در حقیقت این آرمانی است که ما بگویم که ما در حقیقت نو گرهگاه کل منطقه میشیم، برای اینکه ما شرایط و او عوامل را که باید ما گرهگاه شویم و عوامل به قدرت نشدیم. هنوز شرایط برای ایجاد منبع قدرت که ما آرام آرام برای منبع قدرت ایجاد کنیم نیستن، برای اینکه ما بازم تلاش کردیم که از منبع قدرت خارجی استفاده بکنیم. چرا؟ یک جوابش میگم باز درست که عمدتاً پاکستانی‌ها همین کار انجام میدن، از منبع قدرت خارجی در حقیقت اونا تغذیه میشن فوق العاده و در تمام نقاط بین المللی و نام پرستیج بین المللی را از منبع قدرت خارجی چین و آمریکا و غیره و ناتو تغذیه میکنن. یک کار آقای غنی خوش آمد رئیس جمهور که اینو از اون طریقی که پاکستان آمده از اون طریق آمده، ارمانا داره که از اون طریق چین، از طریق آمریکا و از اون طریق آمده که دیگه اینو نمیتونن جایی را که اونا رفتن نمیتونه و نمیتونه پاکستان ما را منسه یک منبع ترسناک و اورناک و یک دشمن کلان خود بر خود به اساس منافع ملی خود بسنجه و این نمایش بده بر کشور خارجی چون آمریکا و چین که در صورتی که اگر پاکستان چین افغانستان چینین شوه ما را میخوره، در حالی که افغانستان از همون طریق آمده و حال دیگه دلیل از این ندارد به جز از اینکه اونا ما را کمک کنند، بلکه معنی نداره که کمک پاکستان و حتی برای رسیدن به صلح که ما هم سطح میشیم. ما 25 تا 30 ساله کار داریم تا در نیمه های قدرت منطقه برسیم، در نیمه ها. بله، سپاسگزارم. خیلی ممنون. بریدن از غرب چسبیدن به شرق ممکن است؟ شرکت در کنفرانس شانگهای آن هم به عنوان عضو و ناظر به معنای بریدن از غرب نیست. غربی ها این مسئله را خوب میدانند، ما حق داریم که در رابطه با موضوعات
سیاسی و امنیتی کشور خود با کشورهای همسایه خود با کشورهای منطقه خود رابطه داشته باشیم و در رابطه با یک تهدید مشترک صحبت بکنیم. ولی آقای ما میخوایم یک نکته کد بکنیم از حرفای رئیس جمهور دانی. میگه که ما درگیر با دشمن مشترک هستیم، در این میان چیزهای ما کم داریم، حمایت هوایی و تجهیزات هوایی. او هر متوجه روسیه میشد. درست است، هرچند افغانستان با ایالات متحده آمریکا و همچنان با ناتو موافقت نامه های را به امضا رسانده که اونها مکلفیت دارند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تجهیز و تسلیم خب که نکردند، حالا دیگر نکردند. جمهور چی میگه؟ خب اینها اصلا حقایق است که حکومت افغانستان از پرده برمی‌داره. ای بنا و ای میتونه هم برای غرب فشار باشه که اونا به تعهدات خود در برابر افغانستان عمل بکنن و بنا و هم به کشورهای منطقه در واقع اختار باشه که ما اینمی ظرفیت ها رو و می قابلیت ها رو کم داریم، تا زمانی که اینا رو تکمیل نکنیم ما نمیتونیم در برابر این تهدید مشترک ما بتونیم مقابله بکنیم و بتونیم اون رو از بین ببریم. بنان به این دلیل حرف رئیس جمهور غنی اگر حساب شده است که هم میتونه برای غربی‌ها یک گوشتار باشه و هم میتونه کشورهای منطقه متوجه بشه. بله، و اما اون چه نیازی افغانستان است؟ میتونه از کدام کشور به دست بیاد؟ خب تا حال کشورهای در سطح منطقه کشور قدرتمند از لحاظ تسلیحاتی روسیه هست. تا حال نه افغانستان از اونها درخواست چی کرده؟ کمک کرده؟ همین دیگه، همین مثلا میگه که ما درگیر با دشمن مشترک هستیم. خب این به معنای از این نیست که در این میان چیزهای ما کم داریم، دست دراز کرده باشه که شما برای ما همکاری بکنین و نی هم روزها تا حال ایره برای ما صراحتا گفته باشن که ما برای شما کمک میکنیم. این به نوعی اگر قراری بر این باشه که افغانستان دست یا برای جلب حمایت های کشورهای مثل روسیه خانه همکاری شود، در شرایط کنونی ممکن است؟ چرا نه؟ شکی نیست که ما با غربی ها موافقت نامه داریم، اونا در برابر ما تعهدات دارن. اگر اونها با تعهدات خود عمل نکنند به معنای از این نیست که ما دست روی دست در دگر گذاشته بگذاریم که وطن ما چگونه خراب میشه. باورم ایست که هر کشوری که خواسته باشه برای افغانستان کمک بکنه، برای ثبات افغانستان، برای امنیت افغانستان، چی از راه دیپلماسی و چی از راه همکاری های نظامی میتونه که افغانستان کمک را جلب بکنه برای تامین امنیت خود. بله. و اما در اینجا حرف اولی را که در سیاست خارجی ما باید داشته باشیم، تا از یک جهت روابط ما با کشورهای منطقه ما خراب نشود، از طرف دیگر با جهان غرب. خب همین فضا رو ما میسر ساختیم برای خود ما. تقریبا از روز که رئیس جمهور غنی روی قدرت شده امو روابط خارجی نسبت به گذشته بهتر بوده، روابط سرد افغانستان با غرب بهتر شده، گرمی هست، روابط افغانستان با کشورهای منطقه بهتر هست و در واقع دلچسپی های پیدا شده برای افغانستان و به خصوص مسئله تهدید مشترک داعش خود به خود کشورهای منطقه را به افغانستان متوجه می سازه و اونا را آماده همکاری به افغانستان می سازه. اما این که مسائل جنگ داعش و تهدیدات متوجه روس ها هست ریشه در جاهای دیگه هم داره. بله، ای که در این قسمت غرب با ما چی میکنه و کشورهای منطقه با ما چی میکنه، این هنوز پاسخ از این رو باید زمان بگویه. ولی خب ما نمیتونیم که به خاطر که در جهان چی میگذره ما خود را فدای سیاست های غرب و شرق بکنیم. باید به هر قیمتی که شده ما نوعی سیاست خارجی خود را تنظیم بکنیم که نه کشورهای منطقه در افغانستان در حراس باشه و نه هم کشورهای غربی که تا حالا افغانستان تنبیل و تجهیز کردن و افغانستان در برنامه انکشافی همکاری کردن اونو از افغانستان باعث رنجش خاطر از اینا شد. سپاس کنید. آقای دکتر، همین موضوع ما تونستیم سیاست خارجی خود را به گونه تنظیم بسازیم که اگر نزدیکی با یک کشور است باعث دوری دیگر کشور نشود. خوب ایره و از طرف دیگرش از نقطه نظر کمبود نیاز حل نیازمندی های خود ما تونستیم میتونیم حداقل در شرایط کنونی دست دراز بکنیم. از لحاظ سیاست های خارجی نتن به نام سیاست متوازن یاد میکنن، در حقیقت سیاستی که همه خوب هستن، هیچ گونه مجاز برای سیاست خارجی هیچ کشوری نداره. تا حالا هیچ کشور دنیا شما ندیدین نبینین که همه کشورها برشان خوب باشه. از این لحاظ عمدتاً
ما یکی از طرفدارای همسویی و همگرایی منطقوی هستم، ولی در منطقه خود ما این همسویی و همگرایی منطقوی نم پایه های لرزان است که اگر ما بریم با این محکم بگیریم، ما علاوه از یک سیاست خارجی معقول از اسم میتیم، بلکه ما در پشتیبانی به این دلیل نیز از میان میار داریم. به این معنی که در سیاست یک در همین اعضای شانگهای و اعضای برکس، به خصوص اعضای برکس که مثلا از بسیار کار میکنم دیروزا و درس ما می از در فاکولته، که اعضای برکس کشورهای با قدرت اقتصادی نیستند، تنها یکی از یا به مقام دوم، دیگیشون به مقام هشتم، دیگیشون به مقام دوم و دو تا از دیگه اینا در رده های ده سی و سیوم هستن. اینا دارای سیاست های غیر متجانس هستن، اینا هدف های واید اقتصادی را پیروی میکنن، چون برازیل و افریقای جنوبی که نزدیکای آمریکا هستن، این آمریکایی ها در برازیل و در افریقای جنوبی کلانترین سرمایه گذاری خود در افریقا در افریقای جنوبی و کلانترین سرمایه گذاری آمریکایی در برازیل صورت گرفته و در پالوش هم کلانترین سرمایه گذاری شرکت های چند میلیتی که از 50 شرکت 38 شرکت بین المللی و چند میلیتی در چین سرمایه گذاری داره و از مارکت آمریکا و اروپای غربی در حقیقت نوع مشروعیت بزرگی چین تشکیل میکنه. بله. از این رو من میگم که در درون از این قدرت های منطقه، در این منطقه قدرت های منطقه وجود داره. متوجه باشین گرگ گرگ است، بر لباس که بگر گرگ است، مانا داره که قدرت است. قدرت های منطقوی و قدرت های بین‌المللی داره یک خصوصیت داره، چوشیدن خون کلگی گرفتن و غیره، رفتن به اینا فوق‌العاده احتیاط کار داره، با وجود که شما مجبورن برین. مانا داره که ما مجبوریت رفتن به شانگهای داریم به خاطر که در منطقه باید کار بکنیم، ما رفتن به مجبوریت با رفتن با آمریکا و ناتو داریم به خاطر اینکه اونا در اینجا هستن و اونا در حقیقت شما رو سپورت میکنن، ولی ما مجبوریت داشتن یک مدیریت سالم به خاطر حفظ یک رشد متوازن در بعض ما غیر متوازن داریم. بله، در صورتی که حالا دیگر از جهان غرب ایالات متحده آمریکا با اصطلاح آمینش چیزی بیشتر نمیچکد، نگذیریم شما یک متوجه باشین که عمدتاً آمریکایی ها سیاست های بسیار مذبذب را در روزا بازی میکنند. نوی حرکت های نوسانی است. آقای کینمه در افغانستان و دوام نیروهای مسلح افغانستان مطرح میکنند که میگن اگر افغانستان میخواین که رقم عراق نشه، باید عساکر اضافه پیدا شده و اینجا باشه. پایگاه های نظامی از رایم تهدی آمریکا در اینجا و ناتو در اینجا مانا داره که با داشتن 13 مایده استراتژیکی که شما دارن در درون از میوار کل از مایده استراتژیکی کلش نظامی بوده، معنای گپی است که تا هنوز هم افغانستان منسی یک کشور شایسته برای اینا به وجود میه. از این لحاظ من میگم که ما عمدتاً در یک حد رسیدیم که دیگه افغانستان منسی یک کشور غیر اپندکس یا غیر زمینی ناتو شما پندشان نمیتونین. این یک کار داره، با وجود که ما همیشه شعار ما میاست که زنده باد آزادی و آزادی ما در انتظار تویم، ولی مجبوریت های خاص کار داره که شما برین و این مجبوریت ها قسم حرکت میکنه که در بین دو تا یا چند تا قدرت بزرگ بازی یا بازیگر درست مسائل خودتان شوین. در غیر از صورت اگر شما چنین چیزی نکنین و اون مدیریت و قدرت مدیریتی رو ما پیدا نکنیم و وحدت ملی در خود افغانستان به وجود نبریم و وحدت تیمی را به وجود نبریم و ستم تیمی را از بین نبریم، ایبسونم ده ستم تیمی بازم میگم که در افغانستان نو حرکات ستم تیمی نمایش داده شده که این ستم تیمی مردم اساسا جدا میکنن و مارزو دارم که مدیریت ما بتونه چنین چیزی را به وجود بیاره. سپاسگزارم. خیلی ممنون. از بود نوع تعاملات منطقه و جهانی هم پرداخته شد، و اما نکته اصلی که تمام کشورهای منطقه و جهان روی انگشت میگذارند، یعنی کشورهای عضو شانگهای و برکس، همان داعش، راهی برای مبارزه مشترکش وجود دارد؟ حتما، چون تهدید مشترک است، مبارزه هم میتونه مشترک بوده باشه. کشورهای و موضوع بریکس تا داعش ببخشید تا شانگهای کم فرق میکنه. بله. بریکس همون قسمی که جناب استاد فرمودن یک سازمان نوظهور اقتصادی است و بالاخره شانگهای هم اهداف اقتصادی در سازمان است. برای افغانستان هم اهمیت داره تا اگر ما توجه از کشورها رو به خود داشته باشیم و افغانستان مرکز امو بر رقابت اقتصادی در سطح این سازمان بگردانیم،
اما بعد شانگهای و تهدید مشترک مبارزه مشترک هم میطلبه. اینی که کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه از افغانستان حمایت بکنن، حمایت سیاسی و نظامی بکنن، حمایت سیاسی و اقتصادی بکنن، این خودش میرسونه که یک مبارزه مشترک است. بنابراین ما توقع نداریم که کشورهای عضو شانگهای اونا نیرو بفرستن به افغانستان و از افغانستان دفاع بکنن، چنین نیست. اونا حمایت میکنن افغانستان تا افغانستان در برابر تهدیدات داعش مبارزه بکنه، استادگی بکنه، مقاومت بکنه، خونسا بکنه و این در واقع اینمی جنگ از جغرافیای سیاسی افغانستان فراتر نه. اونا بیشتر روی عدی مثلا کار میکنن و ما هم نیاز داریم به این چیز. بله، این حمایت ها میتونه شامل تجهیزات به نیروهای افغان باشه؟ خب تا حال فکر میکنم که به سر عدی بس اگر شده باشه هم انده در خفا هست، ولی تا حال سر صحبت ها صورت پیرامون چگونگی مبارزه مشترک با داعش، وقت مبارزه مشترک با داعش صورت بگیره میتونه که شامل خیلی از برنامه‌های اقتصادی، تبادله اطلاعات استخباراتی، تبادله اطلاعات استخباراتی اما بخش از برنامه‌های نظامی هست که میتونه باشه و برنامه‌های اقتصادی و برنامه‌های فرهنگی برای افغانستان باشه که اینو هر کشور به نحو افغانستان حمایت بکنه، به نحوی که افغانستان هم حمایت کشورهای غربی را دست نده و هم بتونه در سطح منطقه با تعدیداتی که متوجه افغانستان و کشورهای منطقه است مبارزه بکنه. سپاسگزارم آقای دکتر. همین موضوع بالاخره نکته اصلی تلاش‌های کشورهای منطقه، کشورهای آسیای میانه و بعد روسیه و چین، اینها همون موضوع داعش است و که بالاخره یک دغدغه و یک حراس را شکل داده. میشه گفت که حالا کار به آنجا رسیده است تا ما بتانیم برای نابودی داعش همکاری کشورهای منطقه را به گونه‌ای موثر جلب کنیم. خدمت شما عرض شود که عمدتاً یک چیز باید مسلم است که کشورهای منطقه که ما در درون از او آل در حقیقت دست پا میزنیم نمیتونه، بازم میگم که یک منبع بسیار کلان تقویتی برای افغانستان باشه و چرا؟ به خاطر که استراتژی از لای امتدی آمریکا عدم تغییر نظام سیاسی از لای امتدی افغانستان از یک محور آمریکا به محورهای دیگه است. از این لحاظ با برآمدن قوت‌های نظامی آمریکا و کاهش نظامیان آمریکا، آمریکا اجازه میده کشورهای دیگه منطقه را که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و کارهای دیگه کار کنن، ولی از لحاظ تروریسم، مواد مخدر، منوز به شک میبینم به خاطر ازی که داعش، به خاطر که اگر داعش قبول بکنیم که یک پروژه کلان وجود داره که جاگزین پروژه طالبان در سراسر میشه، اگر قبول بکنیم که داعش یک پروژه کلان است به منظور عدم از بین بردن ثبات سیاسی آسیای میانه، اگر قبول بکنیم که داعش چنین است و چنان است، اگر گپای چپ گرایانه را قبول بکنیم و رازگرایانه که ایرانی ها انجام میدن و جای دیگه، بازم میگم که در اونجا این پروژه در حقیقت حرکت بسیار سریع انجام میدن و دهلیز کلان ازی که مدخل آسیای میانه است و از بین بردن ثبات کلان چین است، عبارت از اینمی کشور اینمی داعش است. از این من فکر میکنم که بعضی حرکت هایی که در روزا شکل میگیره و تا